السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. خوش آمدین، صفا آوردین. سلامت باشیم. آرایی که در خوال داشتم یعنی میخواستم از کنم. بفرمایین، در خدمت هستیم انشاءالله. یعنی چیزی جارو میگن، جارو میکن یا چشم بستهی میگن در روزی یاروسی، یا یاروسی میکنی و همون روزی نکاح دیگه جارو میکنن مرچم همه تا چیزا در روزی نکاح کار میکن. با آدم باز یک کسی بر ما گفت که دیگه روزی نکاح یک قیچی باید در پیش باشه و از اون قیچی استفاده همه تا دمشله و سخت کرده برای به خاطری که دیگه جارو باشه هرچی که باشه در خاطر کار نمیکن. ما بخواست من خواهی از معلومات بگیرم. درست، باور نامه باشین. ببینین برادر عزیز، در این شک نیست که جادو حق است و تأثیر خدا به جای میگذاره و قرآن کریم در این مورد مصر با وضاحت میگه که یفرق بهی بین المرء و زوجی، با جادو میان زن و شوهر جدایی به وقوع میپیونده. اما آیا تأثیر جادو یک تأثیر واقعی هست یا یک تأثیر تخیلی؟ در این مورد علما دو نظر دارند. یک نظر این است که تأثیر جادو تأثیر واقعی است و عملی است و استدلالشان همین آیه مبارکه هست که من خواندم، که در سوره مبارکه بقره میگه که اینها با وسیله جادو میان زن و مرد، میان زن و شوهر جدایی می افکنند. اما یک جمع دیگری از علما و دانشمندان مسلمان میگن که نه، تأثیر داره جادو، اما تأثیرش تخیلی است نه واقعی، و استدلالشان به سوره مبارکه طه هست که در اونجا قرآن کریم می فرماید یخیل الیه، یعنی چنین می پندارد، موسی علیه السلام چنین میپندارد. یعنی پس از این تعبیر آیه مبارکه فهمیده میشه که جادو یک پندار است، یک تصور است، یک تخیل است، نه یک واقعیت ملموس. به هر حال جادو در زندگی انسان‌های زیاد تأثیراتی آورده، و اما من نمیدانم که آیا در افغانستان کسی میتونه جادو بکنه یا نمیتونه، یا کسی میکنه یا نمیکنه. در کلیت من براه و رسم و هیچ چیزایش بلد نیستم، منتها از لحاظ شرعی شما میتونین که همی قیچی میچی و گپایش من نمیفهمم، همی سوره مبارکه معوذتین قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس اینمی و دیگر آیات قرآن کریم سوره فاتحه اینها را بخوانین، به دستتان دم بکنین و دستتان در جانتان مالش بتین، انشاءالله که تأثیری هم اگر داشته باشه از بین میره و میتونه این حالات گاهی نتیجه یک حالتی روانی بوده باشه. یعنی گاهی تبلیغاتی که وجود داره خودی از این تبلیغات پیش از پیش ذهن شما را به گونه مساعد میسازه که شما این گونه یک حالتی براتون دست بوده. هیچ تشویشی نداشته باشین، هیچ گپی نیست، موفق باشی در زندگی. تماس داریم. بله بفرمایین. بله سلام علیکم برادر عزیز. سلامت باشین، خوش آمدین، صفا آوردین. قربان شما، با عزت باشین. همی این که گدنامه میکنن یا نه که تعویض میکنن این چیزا چه میکنن؟ واقعیت داره، یکی میگم مثلا یک شخص گدنامه کردن این واقعیت داره، یکی هم یکی از این دوستان تقریبا چند سیره حتی برای خانم خود طلاق داره، گفته طلاقی طلاقی مثلا این درباره از این یک معلومات لطف کنیم برای ما. سوال اولیتان نفهمیدم آقای گلوم. سوال اولی محمد عارف هستم، گفتم همی که گدنامه میکنم آیا این واقعیت چیز نامه میخوانن؟ گدنامه، بعضی ها میگن گدنامه کردم، مثلا یک شخص با مسافرت میگم رو گدنامه کنیم. این چی هست؟ ما این را نو شنیدم بیادر نامشه. بعد همی طلاق بخون سعیز سعیز با برنامه باشن صحبت. خب اولیش شما نمیفهم که چی نامه گفتی و من نامش اولین بار است که شنیدیم، پس در موردش هم گپ بزنم بی‌معناست. اما سوال دومی تان خدمتتان عرض بکنم که وقتی کسی به خانمش میگه که طلاق است، طلاق است، طلاق است، به همین لفظی که خودت گفتی،
اگر اینمی تو میگه طلاق است، طلاق است، طلاق است، طلاق است، طلاق است، طلاق است، اینمی تو گفته میره. ای از نظر مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، از نظر مذهب امام اعظم بستگی به نیت نفر داره که آیا این می کلمات پشت پشت که گفته رفت طلاق است، طلاق است، طلاق است، ای را به خاطر تأکید و شنواندن گفته یا عادت بوده منظورش. مثلا ما همه حالا تشنه شدیم، میگم به احسان جان آب 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 آب، امی که قا آب 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 میگم، هدف ما این نیست که احسان گلم تو برای ما 20 پیاله آب بیار یا 20 گلاس آب بیار. هدف ما یک گلاس آب است، اما قهر و تشنگی و همگی جمع شده باعث شده که ما پشت در پشت از باب تأکید تراکم بکنم امی کلمات ها. پس اگر کسی برای خانوش میگه طلاق 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 و هدف یک طلاق است، سه طلاق نیست، در این صورت از نظر فقهای احناف این یک طلاق واقع شده. اما اگر گفته باشه که یک طلاق، دو طلاق، سه طلاق، ای تو این رقمی گفته باشه، یک و دو و سه و اینها را ذکر کرده باشه، در این صورت باز از نظر جمهور فقها سه طلاق واقع شده، هرچند خلاف شریعت، خلاف دین و خلاف سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اما یک تعداد از علما در گذشته و اکثریت علمای معاصر به این باورند که سه طلاق در آن واحد، چی بگوی یک طلاق، دو طلاق، سه طلاق، چی بر طریقه ای که بگوی یک طلاق واقع میشه. خب هر گروه استدلال های خود داره. این گروه میگن با حدیثی که در مسلم آمده، در صحیح مسلم، که در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم سه طلاق در آن واحد یک طلاق حساب می شد و در زمان حضرت ابوبکر به همین شکل و در دو سال اول خلافت حضرت عمر به همین شکل. بعد از اینکه چون طلاق زیاد شد، حضرت عمر اجتهاد کردند و سه طلاق در آن واحد سه طلاق شمردن و بعد فقها هم مو اجتهاد حضرت عمر را تایید کردند و بر او اجماع صورت گرفت. حالا به هر حال ما از این عبور میکنیم، ای آدم چه کار بکنه؟ ای آدم مراجعه بکنه به محکمه تا مشکل خود در اونجا به در میان بگذاره، ببینه اگر محکمه میتونه براش رای حل پیدا بکنه. البته در صورتی که یک و دو و سه را گفته باشه، اما اگر یک و دو و سه را ذکر نکرده باشه، تنها گفته باشه طلاقی 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 و هدفش یک طلاق بوده باشه و تأکید کردن بوده باشه، در اون صورت دو طلاق دیگه حق داره، میتونه بدون مراجعه به محکمه با خانم خودش زندگی بکنه. موفق باشین.